برگشتیم و در ادامه برنامه قرار داریم سلام مجدد به عزیزایی که تازه بعد از ساعت نو با ما پیوستین ان شاءالله خوب صحت من باشین مرا همراهی بکنین مهمان عزیز را کنار خود دارم و در رابطه با موضوعی که امروز صحبت میکنیم خیلی بر ما مهم است مخصوصا بر اقتصاد کشور ما بانو بی‌نظیر یک تا با ما هستند تجارت پیشه هستن هستند و در رابطه با روز جهانی صنایع دستی صحبت خواهم خواهیم داشت ولی حالا شان سلام و صبح بخیر داریم خیلی خوش آمدین بنو بی‌نظیر تشکر از شما سلام ارز میکنم خدمت شما و خدمت همکار محترم شما و های عزیز تلویزیون و مفتخرم که امروز در برنامه سب زندگی همراه شما حضور دارم علیکم سلام همچنان این صحبت ما را از اینجا آغاز بکنیم که یک تعریف کلی و مشخصتر از صنایع دستی داشته باشیم لطفا ما میتونیم که در روی صنایع دستی در تاریخشش هم برگردیم امروز تقریبا 55 و امین و سال روزی شورای, بله. شورای جهانی صنایع دستی هستند <applause> که اولین بار در ده جون در سال 1364 در با حضور ب... با حضور استادان دانشگاه ها و انجمن هنرمندا و صنعتکاران سنا... بیش از 40 کشور به نظر حضور داشتند در کشور در شهر نیویورک نیو نیوورک... کشور نیو کشور آمریکا که این تاسیس شد و در آخرشان با... کنگری داشتند و در آخرشان شورای صنایع جهانی صنایع دستی را تصویب کردند و خصوصیت سنتی است که ما مثلا سنت امی یکی از خوبی های سنت است که امروز روح سنت در کل امروز روح ملت روح روح ملت ها استن و همچنین یکی فرآینی فرهنگ کشورها بله سناید... ما میتونیم مثلا با با رجوع کردن با آمارهایی که بله. در سنای دستی کشورها هست ما میتونیم روحی مردم کشورها را از این طریق بفهمیم بله. و سنای دستی تنها این نیست که تبادله تجارت باشند بلکه یک تبادله فرهنگ هستند بله. و ویژگی های اقوام بله. نشان میدین و از طریق صنعت ما میتونیم از طریق دستی ما میتونیم روابط با دیگر کشورها داشته باشیم امه. دقیقاً خب از به روی افغانستان صحبت بکنیم از چندین سال بعد این سومیشه که در افغانستان رشد خوبتر و سریعتر داشته از دیدگاه شما که شما یک تجارت پیش هستین در ای بخش کار میکنین دقیقاً اگر چند کار ما با صنایع دستی کاملا متفاوت تر هستند اما بازم ما در بین خانم هستم و اعضای پاینر ممبر اتاق تجارت زنان افغانستان <applause> هستم و اکثریت خانمایی که فعالیت دارن از این بخش در بخش صنایع دستی هستند و صنایع دستی افغانستان واقعا وقتی ما در نمایشگاه ها و بعضی از کشورهای دیگه که میبینیم واقعا روشتی بسیار عالی داره و یکی توجه مردم بیرون بسیار زیاد در روی هست به خاطر ازی که صنایع دستی افغانستان واقعا صنایع دستی هستند یکی مثلا کاملا خانما هیچ گونه ماشینی در اختیارشان نیست که کمی بعض کارهایشان توسط ماشین کنه و اکثر کاملا سنه دستی استاد و یعنی خانمای که ما میبینیم ولایت های دور دستن بلد. بعض از کارهای صنایع دستی رو که میکنه واقعا بسیار جالب بسیار قشنگ هستن و امروز با خوبیش دزیش ده که اکثریت شهروندهای افغانستان توجه زیادتر به کرده که از صنایع دستی خود افغانستان استفاده کنه حالا اگر ما هنرمندار اگر میبینیم و اگر کسایی که مثلا در برنامه های مهم هستن بله. نور میبینیم اکثریت کسایی هست که از صنایع دستی خود افغانستان استفاده میکنه واقعا صنایع دستی افغانستان در چند سال اخیر رشد بسیار خوبی داشتن آدی است. چقدر برگزاری نمایشگاه میتونه بیشتر صنای دستی را برای مردم معرفی بکنه؟ در شرایط قرار داریم که عموما ما جنسای خارجی استفاده میکنیم. اوقدر بله. حامی خاص نداره صنای دستی در افغانستان و به دیدگاه شما چقدر لازم است باید این نمایشگاه ها برگزار شود تا باشه به با مردم به نحو مردم بتونن اقتصاد خوبتر را کمک بکنن با کشوری که دو زندگی میکنن خصوصا در قسمت استفاده از است. بعض لوازم که حتمی است باید از خود استفاده کنیم چون کیفیتش خوبتر دفقن دفقن است. بله. نمایشگاه ها خیلی تاثیر بسیار زیادی داره به خاطر از, از اینکه مردم مهم. افغانستان خصوصا مردم شهرنشین افغانستان بله. در مورد صنایع دستی افغانستان چندان معلومات ندارن و مو دیزاینا, دیزاینا و مو دیزاینا و مو چیزای سابق که بودن میگه که به نظر ما مو هست ولی میتونه ما در صنایع دستی ارزش افزایی هم شده دقیقاً خیلی ارزش افزایی کردن خیلی نوآوری کردن خانم و میتونه مثلا از طریق ها که شهروندایی که در داخل شهر زندگی میکنه یا جاهای دیگه میتونه که از اونا دیدن کنه و بعد از اون میتونه اونا رو استفاده کنه باقید. واقعا ما میبینیم دیگه جایی که یک خانم خارجی در یک نمایشگاه ترکمنستان همراه ما بودن در کنفرانس ریکا و یک خانم خارجی بود و یک از خانم ها که از بحث سنادسی کار میکنه کاملا از لباس ازو از او استفاده میکنه یعنی او خارجی بود خیلی خوش علاقه داشت. داشتن امه. و هر لحظه می اومد از او یک لباس دیگه می گرفت و می و اونجا و می گفشتن. برای من خیلی جالب بود گفتم یک وقتی که یک شهروندی بیرونی از یک کشور دیگه ای که قدر ارزش قائل است به صنایع دستی بله. افغانستان باید ما خود ما چندین برابر ارزش قائل باشیم به خاطر از اینکه مثلا نال بعضی چیزای دیزاینایی که از کشورهای بیرون میای مثلا از کشور پاکستان و ایران و ترکیه بله. اونا سه یک دیزاینر که میکنه و با ماشین هستن امه. و شاید نرخشان پایین تر از نرخ لباس بله. سنه دستی افغانستان باشه به خاطر از اینکه اونها ماشینات در اختیارشان دارن و مواد خام امکانات دارن امکانات خوب دارن امکانات خوب دارن امه. و زنای افغانستان به خاطر از اینکه مواد خام زیاد در دسترسشان نیست که مثلا دستی را قشنگتر ارزانتر آماده کنه با او اساسا کم نرخ افغانستان متفاوت است و این که ماشین هم در شان نیست که اونا که بعضی کارهایشان با توسط ماشین استفاده کار کنه خب به هر صورت اصلی موارد در افغانستان با امیدی که تا سالهای بعد رشد خوبتر داشته باشه خصوصا حکومت ما در قسمت همکاری بیشتر با این چنین افراد داشته باشه که بیشتر روی صنایع دستی کار میکنن بین بی از مشهورترین صنایع دستی در افغانستان بگوین که بیشتر کدام ولایت پیشتاز از چقدر مردم در اواخر تا افغانستان حمایت خوبتر داشته باشند؟ در دا هر, هر افغانستان سنویس های متفاوت هستند و بله. فرهنگ،, فرهنگ, های متفاوت هستند مثلا هیرات یک نوع سنوی دستی دارند و طرف بامیان یک نوع سنوی دستی دارند و غزنی یک نوع دیگه دارند و مشهورترین از اینو فعلا در افغانستان هم لباسک هایی که چی هستن؟ با امو ترهای, ترهای افغانی که ترهای افغانی هست؟ میشن. اونا هستن و یکی گنت های افغانی هست و همچنان زیورالات افغانستان هستن زیادتر من توجه حالی است. خب بیاین روی از صحبت بکنیم آلای که ما از صنایع دستی امروز صحبت کردیم لازم است که ما حمایت جدی تر داشته باشیم مخصوصا مردم خود افغانستان باید. فکر میکنین به نظر شما کدام کمبودیا و واقعا وجود داره که حکومت توجه جدی نشان بده مخصوصا از کسایی که در این قسمت کار میکنه باید, حمایت جدی داشته باشن و در قسمت امکانات که ما صحبت کردیم گفتین جنسایی که از خارج از کشور میای اونا امکانات دارن مواد خام دارن شاید ارزان تر و سریعتر در اختیار مشتری قرار بودن حالا در افغانستان کدام راهکارا باید روی کار بگیرن تا باشه که حداقل از نگاه اقتصادی خود ما بتونیم به خود ما به نحو کمک بکنه یکی دولت در این قسمت میتونه یک کار کنه که تکس ها را بالا ببرن جنسی که وارد میشن مثلا تکسشون اگر بالا باشد باز نمیتونه با جنسی که در خود افغانستان نظر رقابت کنه بله. در این قسمت میتونه دولت یک کار تر انجام بده و همچنین دید بعضی از پروگرام های برگزار کنه و مردم تشویق شوه که صنایع دستی خود افغانستانش استفاده کنه بله. و یکی مثلا دکان هایی که مثلا صنایع دستی خود افغانستان میفروشه باید با مسئولین از اون مارکت های کلان گوزده شه و کسایی که تولیدات خود افغانستان میفروشه و کرایه کمتر از اونها بگیره و یکی برق که برق در اختیارشون قرار بده که مثلا یک به خاطر که اقتصاد مردم افغانستان واقعا بسیار پایین هستند و یک کالایی که درست میکنه و بسیار بالا تمام میشه به خاطر برق گرون است همه چیز و یک شرونی که با اقتصاد پایین هست نمیتونه ور بخره و دولت از این طریق اگر بی همکاری کنه یکی بر قسمت برق همکاری کنه در قسمتی که تکس بالا ببرد از جنس ای... که امپورت وارد میشن و در این قسمت میتونه مردم افغانستان که سایده دستی کار میکنه خوبتر رقابت کرده میتونه و یکی مردم باید تبلیغات های از طریق تلویزیون ها شب. مثلا یک کسی که یک برند از کشور بیرونی میاره فکر میکنم چند وقت پیش یه یک کسی بودن که یک برانت از ترکیه آورده بود آها. و بسیار تبلیغات زیاد شده از زی قسمت که مثلا این خواهی مردم بی بخرن خب پس چرا مردم هم حمایت کردن مردم هم حمایت کردن پس چرا ما, افغان... ما خود ما شهروند افغانستان چرا تولد خود ما را حمایت نکنیم چرا زمانی که یک خانم اگر رو... همه روزه اگر بو اگه اگر همه روزه اگر, همه روز، اگر <اجازت> فروشات داشته باشد او اگر ده در فایده بگره او اما جنس خودم پایینتر تر میکنه اگر این مثلا فرض مثال مسارف داشته باشد کرای دکان داشته باشد کرای کارمند داشته باشد بعد از یک ما بعد از یک گفته یک در لباس بفروشن ولی او مجبور است که یک لباسی که من 500 درصد تمام میشه او رو 1000 بفروش به خاطر از اینکه بعد از مدت ها فروشات دارن اگه او شهروندای افغانستان هم روز از او بخره که هر کس هم تولید خود افغانستان هم روز اگه بخرن او هم مثلا امکرای دکان خود تقسیم میکنه در, در تعداد لباسایی که فروخته شده مثلا یک لباسی که قبلا 500 فایده میگرفت حالا 10 درصد فایده میگیرن این ای امن خام پایین تر خب اما از نرخ یاد کردین بانو بین بینظیر ما اکثرا جایی که رفتیم مثلا بعض مناطق از شارونه است که مختص همی صنایع دستی است ما رفتیم مثلا انتخاب کردیم دیدیم خیلی قیمت ها بلند است و ما مطمئنا مردم افغانستان حالا در اوسط هنیست که مثلا یک پیراهن یا یک کورتی که خوششان میان برن او را به نرخ 100 دلار بخرن یا 100 دلار بخرن حالا به نظر شما در قسمت فکر نمیکنین باید خود کسایی که دی بخش کار میکنن توجه جدی داشته باشن حداقل بستر را هموار بسازن که مردم بتونه هم نحوه خریداری بکنن هم استفاده بکنن هم حمایت داشته باشن چون اگر حرف مرا قبول داشته باشین قیمت خیلی واقعا بلند است نه. من خودم یک کورتی خوش کردم خیلی بلند بود باز گفتم نه دیگه من خودم هم توجه زیادی دارم که مثلا نرخ بسیار بالا هستن خیلی بالا. بالا است بسیار بالا از اینا ما گفتم قبلا هم ذکر کردم که اینا فروشات ندارن کرای دوکان در سرشان زیاد است کرای برق در سرشان زیاد است بعد از مدت ها یک دنر میفروشه به اساس نرخ بالا میکنه و یک مواد خام را اینا با آسانی تهیه کرده نمیتونن مثلا ما نساجی نداریم نی اکثریت چیزایی که هست مثلا حتی میتار کیتار است. از کشورهای بیرون از چین اونجا میاد. بله. و با او اساس اینا باعث میشه که نرخ از بالا برن و با یک چیزی که هم, هم مواد خامشان از بیرون تهیه میشن در خود افغانستان مثلا هیچ چیزی نداریم که از مو سندستی خود درست کنیم به این اساس هست که نرخشان هم بالا هستن و با اکثریت از خانمایی که من میبینم در جلسات همراه ما حضور دارن اونا میگن که ما فروشات در داخل افغانستان نداریم به خاطر اینکه شهروند اما اقتصاد شهروندا ایجاب نمیکنه که اینا بیاین از اونا خرید کنه با. مثلا من خودم چند وقت قبل از یک از خانمایی که به می بخش کار میکنه یک لباس خریدم 5000 خب برای ما شاید کم آسانتر تر باشه برای یک کسی دیگه نمیتونه میره 5000 یک لباس به حال جای 5000 میگه من برم از جنس های ترکی 5 6 تا رو میخرم نه بله اما به خاطر از اینکه زنای افغانستان از یک نگاه حمایت هم نمیشن و باید شهروندان اونا رو حمایت کنه باید برن از اونا خرید کنه تا یک همه روزا اونا فروشات داشته باشد. بله خوب مورد یاداور شدین ولی بانو یک تا اکثرا مثلا این صنایع وجود دارم ما به عنوان کسی که دوست دارم از این صنایع استفاده کنم دقیقا نمیفهم ما باید از کجا خریداری کنم و موقعیت هایی که من میفهم نسبتا قیمت ها بلند است ما اتر خانم ها دیدیم که در خانه آماده میکنن و بین همکارا به کوشش میکنن یک اطلاع بله. رسانی داشته باشن بین همسایه خرید و فروش میشه حالا اینجا تنها ضعف مثلا از بدید ما از مشتری نیست که مثلا مشتری باید که چی در کجاست ما بگیرم متاسفانه مشخصا به مردم معلوم نیست ممجا. اینجا فکر نمیکنه که ضعف از خود کسایی باشه که دی بخش کار میکنن چون نتونستن جنسشان نمی... معرفی بکنن ما همیشه وقت می میگیم با خانوما ها میگیم میگیم شما سال های زیاد فعالیت کردین شاید ده سال شده باشه 13 سال شده باشه شما فعالیت کردید ما هنوز دیگه وارد بازار نشتین وارد که مثلا مشتری ها شما در با آسانی دسترسی پیدا کرده نمیتونن و شما باید یک مرکزیت داشته باشین و اونا گپ شون نمی که ما اگر ما یک مرکزیت اگر بگیریم کرای دکان برآورده کردن نمیتونیم ما کسایی هستیم که در خانه های خود کار میکنیم و ما تولیدات بعض از نمایشگاه ها که هست اونجا میاریم ولی فعلا یک فعلا یک مرکزیت خوب ایجاد شده در منج در یک نمایشگاه دائمی کاروان راه لاجورد و کسایی که جایشان رایگان هستند و بعض خانم ها تا که در خانه داشتند اونجا آوردن و فعلا هم اونجا میتونه اکثر شهروندا اگه بخوای اگر از صنایع دستی خانم ها استفاده کنه با آسانی میتونه در اون دسترسی داشته باشه خیلی سپاس از اینکه تشریف آوردین اگر یک جمع کوتاه داشته باشیم حرفایی که باقی مانده من نپرسیده باشم بفرمایید تشکر را شما من فکر نکنم چیزی نگفته هم مانده باشد تا <otroklos> جایی گلام کردیم از قیمت ها تا جایی که بود روی از این موضوع صحبت کردیم پیامتان به عنوان یک خانم تجارت پیش داشته باشی. من همیشه وقت پیام به خانم هایی بودن که یک سر خانم افغانستان دنبال برنامه های رایگان هستن و دنبال پروژه ها هستن تا باید میگه که یک پروژه باشد مور حمایت کنه ولی تجارت به این نمیشه که کسی باشت اونا حمایت کنه تجارت باید سرمایه گذاری کنند خودشان بیاین سرمایه گذاری کنند و فرصت فرصت هایی که وجود داره از فرصت های استفاده کنه نه یکی به عنوان یک برنامه فری از او استفاده آه. کنه برای فرصت هایی که دولت ایجاد کنه من اکثریت وقت اونها رو میگم برنامه‌ای که وجود دارن صادراتی که ذلت هایی که ایجاد کردن دیگه کشورها تولیدات افغانستان خرید میکنه شما بعد از اون استفاده کنید مشتری پیدا کنید نه اینکه منتظر باشید یک برنامه فری باشه شما از استفاده من از خانم ها میکنم که بیای از این فرصت ها استفاده کنید و تجارت خود جهانی بسازید و صحنه دستی افغانستان و در سراسر جهان معرفی نمایید با امید همروز بسیار زیاد, بسیار زیاد. بسیار زیاد. بسیار از تشکر از اینکه تشریف آوردید صحبت خیلی خوب داشتیم. سپاس از, از اینکه تا حالا شما ما را همراهی کردین ما سخت نیاز داریم به حمایت مردم عزیز ما در قسمت پیشرفت و رشد صنایع دستی مخصوصا در قسمتی که ما بتوانیم اقتصاد ما را کم بکنیم به نحوه با خرید ای اجناس خب میریم یک آهنگ از بریالای سمدی میشنویم در ادامه این برنامه ما را همراهی بکنید با تازه های از دنیای تکنولوژی نظریات خود شما عزیزا دنیای سینما و همچنان ورزش حال هم شما آهنگ در ادامه ما را همراهی کنید تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین